به زحمت کشیدین چند وقت جبران میکنم. خدا بیا مرزه حسین، شادی باشه از این بعد. ایشالله عروسی تو حسنا. بابا نیست، میخوام دنیا نباشه. عروسی چیه داری؟ نزن این حرف و دختر، زندگی که تموم نشده. ای هر چقدر این چه روز هزینه کردی بی زحمت لیست کن برام، من آخر ما خجالت در میارم. الان اصلا حرف پولو نزن، این چیزا مهم نیست. بذار یکم بگذره از این حال هوا در بیاد بعد. فقط تو رو خدا حواستون به این بچه باشه. نخوشه. راجع به این پسره فکر کردی؟ کدوم پسره؟ همین هیدری دیگه که با حسین درگیر شد. دایی اصلا حرفشو نزن. فکر نداری دایی، بذات نمیدم. من میگم بذارین یکم بگذره از این حال هوا در بیان بعد تصمیم بگیرین. بابا این پسره جوونه، احمقه، نفهمیده چه گوهی خورده. همه جوون توی شهر همه چاقو برمیدارن میکنن تو شیگم ملت. حسنا باش بیا ایمانو ببر تو اتاق. اینقدر شیرینی نخور. پاشو دادش، پاشو بریم بخواب. خوابم نمیاد. باشه یکم دراز بکش، پاش هست. هادی جان تو عاقل تری، این دختر احساساتیه. به خدا میگن لذتی که تو بخشش. ما نخواهیم لذت ببریم، باید کیو ببینیم؟ ها؟ بیخیال شدی که شما؟ باشه. من میرم سیگار بگیرم بیام. ایمان داداشی، میدونستی مرده آگاهن؟ بابا الان داره نگاهمون میکنه. بابا دیگه مرد رفت. نه عزیز دلم، اون حواسش بهمون هست، مراقبمون. چرا گریه نمیکنی؟ گریه هم نمیاد. نباید قصتو بریزی تو دلت، میدونی که برای قلبت بده. یادت دکتر چی گفت؟ دایی در باز کردم، من پیش ایمان بودم. بیرون. ما اومدیم فقط یه تسلیت بگیم بریم. گفتی آروم شده. بیا برو بیرون. هادی جان. بیرون. بیا برو بیرون. هادی. با چه روی اومدی تو خونه من؟ باغداری، درکتون میکنیم. ولی اون تخمه سگ یه گوی خورده هممونو گرفتار کرده. مثل سگم پشیمونه. به ارواح خاک مادرم تو اون زندان خراب شده. صبح تا شب داره التماس میکنه اعدامش کنن. باشه، بهش بگی خیلی زود به خواستش میرسه، خیالش راحت بشه. نگین اینجوری، به خدا عذاب وجدان داره میکشته. عذاب وجدان چه فایده ای داره؟ ما یه برادر 15 ساله داریم که یتیم شده. عذاب وجدان واسش پدر میشه؟ درکتون میکنیم. ما خودمون داغ دیده این مادرمون رو از دست دادیم. شما هم ما رو درک کنیم. سامان هم برادر کوچیک ماست. درس خونده، اصلا همچین آدمی نیست. به خدا باورمون نمیشه. دست خودش نبوده. وقتی با پدرتون سر یه جا پارک مزخرف بحثش میشه، اصلا حالیش نبوده. این دوستای بی شعورش نمیدونم چه کوفتی بهش دادن. اصلا نمیدونیم چاقو از کجا آورده. بابا آقا هادی، به خدا جاشون تو نیست. به خدا جاشون تو نیست. خانم محترم، جای بابای ما هم زیر یه خروار خاک نبود. داداش ایمان برو تو، داداش در رو ببند. بگو برن اینجا. دارم میرم، برو تو، بهت میگم در رو ببند. ببین با زبون خوش میری بیرون، یه جور دیگه بندازم بفرما. ما میریم، هر وقت شما قارون شدید با هم صحبت بکنیم. آقا هاشم به عنوان یه بزرگتر باشم. چشم میداری، چشم.
شما تشریف ببرید، من سر فرصت میگم. اون بهتر توی فرصت مناسب تو آرامش با هم حرف بزنیم. شما هم که مشخصه چه خانواده ای فهمیده هستی. نه خانم اتفاقا خیلی هم نفهمید. بفرمایید، حرفی با شما نداریم. خانم ما میریم. چش. هر جور شما هم کنید ما همون کارو میکنیم. هر جور که شما بخواید با هم کنار میایم. حالا فادی خان یه لحظه. معذرت بخوام یه لحظه تشریف بیارید. بفرمایید. چه میشرمندم. تو خدا حرف من بعد درش نه. بگو برو. من نمیدونم چه جوری بگم. من دیدم دستور تو یه خود تنگه. اینجا هم اجاره‌ایه. ولی اگه رضایت بدی من حاضرم این خونه رو براتون بخرم. مرتی کیا؟ دی جان چه؟ من گوشه خیابون میخوام ولی پول خونه بابامو نمیگیرم. میگم. حرف آخر قصاص. حله؟ آخه اگه سامان ما اعدام شه پدرتون زنده میشه. گم شو بیرون کثافت. آخرتون همینه. بله همینه. آره همینه. بفرمایید. باشه خب. من قرار باشون صحبت کنی رازشون کنی. چی میگی داری؟ تو میگه قبلا ما اینا حرف زدیم. بابا به خدا اون روز تو دادگاه جفتتونم بودین فقط دو کلام من حرف زدن همین. همینم که نه صد تا منم گرفتم. راست میگه. ساکت. چی داری میگی خانم شما؟ مگه غیر این؟ باورم نمیشه. میگم ساکت. میگم فکر میکنی نیست. نه ببین یه لحظه آروم باش بهت توضیح میدم. الان میگم برم چش. به توضیح میدم چش. آروم باش. آروم شدی با هم حرف میزنیم هر جور که بگید ما با هم کنار. باشه چش. شما خادی جان دایی ببین منو مگه به من اعتماد نداری؟ ببین من هر کاری کردم به خاطر شما دوتا بوده. تو مگه نگران خواهرت نیستی؟ مگه نگران ایمان نیستی؟ مگه نمیخوای یه خونه داشته باشی؟ آخه چرا اینجوری میکنی؟ الان ما این کارا چی درست میشه ها؟ چی کار میخوای بکنی؟ حسنا قرص ایمان رو با یه لیوان آب بده ببرم برش. ایمان داداشی باشو قرص تو بخور. ایمان ایمان دست اون کمال